مجمع خبرهای بسیار مهم و تازه کمین اکنون به دست ما رسید. پوتین با تاکید دکترین جریر هسته‌ای روسیه به امریکا هشدار داد. صدها نفر در شهر پشاور در اعتراض به ادعای توهین به قرآن به ایستگاه پلیس یورش بردند. پاکستان شواهد قانع کننده ای را درباره حضور تروریست‌ها در افغانستان با چین شریک کرد و همچنان در پایان از خبر که شاد و خرسند می شوید مشروع خبرها. ولادیمیر پوتین با تایید دکترین هسته‌ای جدید مسکو هشدار داد اگر روسیه در معرض حمله موشکی متعارف با حمایت یک قدرت هسته‌ای قرار گیرد می تواند از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کند. بازگذاشتن دست اوکراین برای استفاده از موشک‌های دوربرد آمریکایی به خاک روسیه خشم مسکو را برانگیخته است. تصمیم به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای روسیه در پاسخ به گزارش‌های گرفته شده است که طبق آن جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به اوکراین اجازه داده از موشک‌های دوربرد آمریکایی برای حمله به عمق روسیه استفاده کند. دکترین بروز شده میگوید که حمله با موشک‌های متعارف به پادها یا سایر هواپیماها به خاک روسیه برابر روسیه اجازه می‌دهد که استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را در نظر گیرد. طبق این دکترین هر گونه تجاوز به روسیه توسط کشور که عضو یک ائتلاف نظامی است از سوی مسکو به عنوان تجاوز به روسیه توسط کل ائتلاف تلقی خواهد شد. صدها نفر در شهر پشاور در اعتراض به ادعای توهین به قرآن به ایستگاه پلیس یورش بردند. صدها نفر در شهر پشاور روز شنبه به دلیل ادعای توهین به قرآن دست به اعتراض زدند و به ایستگاه پلیس یورش بردند. پلیس پاکستان یک نفر را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده و مقامات در حال مذاکره با معترضان هستند. گروهی از مردم در جاده 400 پشاور پاکستان روز سه‌شنبه با ادعای هتک و حرمک قرآن دست به اعتراض زده است. معترضان خواستار تحویل متهم شده و اعلام کردند که اعتراضات خود را با تحویل فرد متهم ادامه خواهند داد. ویدیوهای منتشر شده از این اعتراضات نشان می‌دهد که جمعیت زیاد در مقابل ایستگاه پلیس تجمع کردند. پلیس پاکستان فرد به نام ریاض گایری را به اتهام بی‌احترامی به قرآن بازداشت کرده است. طبق گزارش‌ها ده‌ها نیروهای امنیتی به محل حادثه اعزام شده است. برخی گزارش‌ها همچنین از تیراندازی و زخمی شدن افراد در محل خبر می‌دهد، اما مقام‌های پاکستانی هنوز این موضوع را تایید یا رد نکردند. پاکستان شواهد قانع کننده ای را درباره حضور تروریست‌ها در افغانستان با چین شریک کرد. رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که اسلام‌آباد شواهد قانع کننده ای را در مورد پناهگاه‌های تحریک طالبان پاکستانی و دیگر گروه‌ها در خاک افغانستان با نماینده ویژه چین در امور افغانستان شریک کرده است. یوشیو نوینگ روز دوشنبه با مقام‌های وزارت خارجه پاکستان در اسلام‌آباد گفتگو کرده است. با گزارش اکسپرس تریبین پاکستان، مقام‌های پاکستانی اطلاعات را در مورد استفاده تحریک طالبان پاکستان و گروه‌های وابسته به آن از خاک افغانستان در اختیار این نماینده قرار داده است. این اطلاعات همچنین شامل شواهد تازه است مبنی بر این که چگونه افغانستان تحت کنترل طالبان صلح و ثبات منطقه را تهدید می‌کند. رسانه نزدیک به طالبان: حکومت پاکستان در شرایط مشابه حکومت اشرف غنی است. المرساد رسانه وابسته به طالبان به مقایسه شرایط کنونی حکومت پاکستان با ماه‌های پایانی حکومت اشرف غنی در افغانستان پرداخت و به طالبان پاکستانی نوید پیروزی داد. المرساد در مقاله نوشت پاکستان در حال پیروی از همان سیاست‌های شکست خورده ای است که اشرف غنی به کار می‌گرفت. المرساد مواضع غیر رسمی طالبان را منتشر می‌کند. ذبیح‌الله مجاهد و دیگر سخنگویان طالبان بارها گزارش‌ها و خبرهای این رسانه را همرسانی کرده است. گفته می‌شود که این رسانه به استخبارات طالبان نزدیک است. المرساد در مقاله نوشت که حکومت اشرف غنی برای مقابله با طالبان از عملات هوایی، کور و عملیات‌های خشونت‌آمیز علیه غیر نظامیان استفاده می‌کردند. اکنون پاکستان نیز با انجام حملات مشابه در مناطق قبایلی همان اشتباهات را مرتکب می‌شوند. المرساد همچنین به مقایسه سیاست‌های رسانه‌ای حکومت اشرف غنی و حکومت کنونی پاکستان پرداخت و گفت که حکومت پیشین افغانستان تلاش می‌کرد طالبان را به عنوان گروه وابسته به ISI معرفی کند. اکنون پاکستان تلاش دارد تحریک طالبان پاکستان را وابسته به طالبان افغان معرفی کند. این رسانه نزدیک به طالبان ادعا کرد که این تبلیغات نه تنها به ضرر طالبان تمام نشد، بلکه موجب تقویت روی این گروه گردید. ارتش پاکستان پیوسته طالبان افغان را متهم به میزبانی و حمایت از تحریک طالبان پاکستان کرده است. ارتش پاکستان میگوید که خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می شود.
المرساد گفت که رسانه های پاکستانی پروپاگاندا می کنند که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان است، در حالی که به گفته این رسانه تحریک طالبان پاکستان در مناطق قبایلی پاکستان حضور دارد. المرساد مدعی شد که حمایت مردمی از تحریک طالبان پاکستان روز به روز در حال افزایش است. این رسانه نوشت که رویه تحریک طالبان پاکستانی روز به روز قوی‌تر می‌شود و دولت پاکستان با وحشت و ترس مواجه است. حمایت مردمی از تحریک طالبان پاکستان در حال افزایش است و نفرت نسبت به ارتش این کشور ریشه‌دارتر می‌شود. المرساد نوشت اکنون خاک پاکستان به ویژه ایالت خیبر پختونخوا به میدان جنگ تبدیل شده است و وضعیت کنونی به مراتب نگران کننده تر از سال 2013 میلادی است. این رسانه وابسته به طالبان با بیان این که ارتش پاکستان در مناطق قبایلی غیر نظامیان را هدف قرار داده است نوشت اگر مردم پاکستان به ویژه ساکنان خیبر پختونخوا در برابر این ظلم‌ها مقاومت کنند، همان طوره که افغانها در برابر اشرف غنی سرایی کردند، به زودی امنیت، ثبات و نظام اسلامی در پاکستان نیز حاکم خواهد شد. این رسانه افزود اعتماد عمومی به این گروه روز به روز بیشتر شده و به سوی ثبات استحکام پیش می رود. این رسانه طالبان در پایان مدعی شد که تحریک طالبان پاکستان به یک نیروی شکست ناپذیر تبدیل شده است. روابط طالبان با پاکستان پرتنش شد. دو طرف هم دیگر را به حمایت از مخالفان خود متهم می کنند. پاکستان طالبان افغان را متهم می کند که از تحریک طالبان پاکستان حمایت می کند و به این گروه پناه داده است، اما طالبان ارتش پاکستان را متهم به حمایت و تمویل و تجهیز داعش در بلوچستان می کند. ملا برادر برای ترویج دین اسلام به مردم آغاز به ایجاد مدارس جهادی کرده ایم. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان میگوید که این گروه برای ترویج دین اسلام به شهروندان افغانستان آغاز به ایجاد مدارس جهادی کرده است. ملا برادر این سخنان را در دیدار با علمای هندی و بنگلادشی بیان کرده است. معاونت اقتصادی طالبان به نقل از ملا برادر نوشته است طالبان تلاش دارد تا دین مبارک اسلام را عاری از همه خرافات و به صورت صحیح به مردم خود برساند. وی خاطر نشان کرده که به همین منظور طالبان مدارس جهادی را تقویت میکند. معاون اقتصادی طالبان همچنان افزوده که این گروه خواهان روابط سیاسی و اقتصادی با جهان در چارچوب شریعت اسلامی است. این در حالی است که مولوی کبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان روز گذشته در مراسم فراغت طلبه ها از یک مدرسه جهادی گفته بود که افغان ها برای فراگیری تعلیمات دینی در سطح عالی نیاز به سفر به کشورهای دیگر ندارند. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهایمان را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. شب و روزتان خوش. خدا نگهدار کلتان باشد.